سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای ساعت 6 هزار ورد با ملالا رحمانی خوش آمدید. سرخط خبرها: دیدگاه شماری از ایرانیان از حمله ایران به اسرائیل. تبدیل کردن یک پارک تفریحی در تخار به مسجد. مشروع خواندن حمله موشکی ایران بر اسرائیل توسط طالبان. جان باختن 11 افغان در سانحه ترافیکی در سیستان و بلوچستان ایران. تهدید کردن اسلام آباد به بستن مسیر آسیای میانه به روی کالاهای پاکستانی توسط سانکزی. و برگزار کردن امتحان درباره شناخت داعش برای دانش آموزان و طلاب توسط طالبان در بدخشان. مشروع خبرها: دیدگاه شماری از ایرانیان پس از حمله بالای اسرائیل را به روایت تصویر بیننده باشید. واقعا خیلی گریم گرفته بود. خدا آقای خامنه ای واسمون حفظ کنه. واقعا جانم فدای رهبر. مرگ بر اسرائیل. والا این حس داریم که الان مشخص شد که این گنبد آهنین هیچی نیست و قدرت ایران هم که تو منطقه داره ثابت میشه دیگه. یه دونه زدن 400 تا خوردن. فوتبالی هم حساب کنیم باز 400 تا عقب نمیشم. اینجا ایرانه بابا. نیتانیاهو چیه فلج؟ یه حس خیلی خوبی دارم. یه حس عظمت، یه حس قدرت، یه حس هرچی که بگی کمه واقعا. حس خوشحالی، شادی، حس خوب انتقامه. درست حسابی میدونستیم میزنه، منتظر بودیم، خیلی زودتر از این هم منتظر بودیم. انشالله که تا نابودی کامل اسرائیل ادامه داشته باشه. خوشحالم دوستانم، بیشتر از این هم بزنه تا نابود شه اسرائیل. بگو مرگ بر اسرائیل. بگو رهبر دوست دارم. بگو رهبر دوست دارم. مرگ بر اسرائیل. عالی، دم سپاه گرم. باید میلیون بار میلیون بار آفرین آقا. باید یه جور بگم من مثلا اسرائیل نابود. مرد بر اسرائیل. به فرموده آقا، حضرت آقا امام خامنه ای، تل آویو و ایفا رو با خاک یکسان میکنیم. حالا اولش بوده این انقلاب، با انقلاب جهانیه. اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. یعنی شاد شدیم بعد از غمی که سید حسن برای ما شهادتش داشت. واقعا زندمون کردمشون گرم. انشالله ادامه پیدا کنم، یه بار نباشه وعده های صادقه دیگه هم داشته باشیم انشالله. خانم شما اسمتون چیه؟ من خیلی خوشحالم بالاخره کاری بود خیلی قبل پیش میکردن و کردن. خیلی بهتر بود که هفته پیش این کار رو میکردن. سید حسن هم کنارمون بود. خوشحالم که بالاخره جوابشون رو دادیم. انشالله روزی بشه که جشن کل نابودیه که یه دونه هم از اسرائیلیان نمونده باشه، اون روز جشن رو میگیریم. و اینکه هر اتفاقی بیفته ما جواب میدیم، جواب کوبنده. اسرائیل گفته بود که اگر ایران بزنه ما ایران رو میزنه. حالا اون که حالا یه هر بیزده کاری نمیتونه بکنه، فعلا که ما داریم میزنه. غلط کرده، هیچ غلطی نمیتونه کنه. غلطی نمیتونه بکنه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگه موشکاش از مرز رد شد بزنه، هیچ مشکلی نداره. به نظر من که جرأتشو نداره. خیلی سخته بخواد با ما در بیفته. منابع محلی در تخار میگویند که طالبان یک پارک تفریحی را در ولسوالی دشت قلعه این ولایت به مدرسه دینی و مسجد تبدیل کردند. منابع روز پنجشنبه 12 میزان به هزار ورد گفتند که مولوی قدوس تقدسی، شهردار طالبان در دشت قلعه، به گونه خودسرانه زمین این پارک را برای ساخت مسجد و مدرسه واگذار کرده است. به گفته منابع هنگام تأسیس این پارک مطابق پلان شهری، مکان مشخص خاص برای ساخت مسجد، مکتب، سینما و کودکستان در نظر گرفته شده بود. بر اساس اطلاعات در این پارک یک مسجد از گذشته وجود داشته است. مسئولان محلی طالبان در تخار تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان ماه گذشته خورشیدی نیز بنیاد فرهنگی و آموزشی احمدشاه مسعود در تخار را به پایگاه نظامی تبدیل کرده بودند. ما
محمد نعیم وردک معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه حملات اخیر موشکی ایران بر اسرائیل را مشروع خوانده است. وردک چهارشنبه شب 11 میزان با نشر بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که اقدام تهران یک پاسخ مشروع در برابر تجاوزهای اسرائیل در خاورمیانه است. این مقام طالبان افزوده است رژیم جنایتکار و قاتل ده ها هزار مردم بیگناه از جمله کودکان و زنان فلسطینی از حمایت همه جانبه غرب برخوردار می باشد و ای تاکید کرده است که همه کشورهای منطقه باید در برابر اسرائیل هم صدا شود. در پی تصادف یک خودرو در استان سیستان و بلوچستان ایران روز دوشنبه دهم میزان 11 سرنشین آن که اتباع افغانستان بودند جان باختند. جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان تایید کرده است که 14 تن دیگر نیز در این سانحه زخمی شده است. محمد مهدی سجادی مدیر کل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که یک خودروی وانت حامل 23 سرنشین اتباع افغانستان با یک دستگاه تریلی در منطقه محور ساروان به کوهک تصادف کرده است. بر اساس اطلاعات مدیر کل هلال احمر سیستان و بلوچستان این سانحه به قاچاق انسان مرتبط بوده است. عباس استانکزای معین وزارت خارجه طالبان با ابراز نگرانی از مشکلات در زمینه صدور محصولات بازرگانان افغانستان پاکستان را به تهدید بستن مسیر آسیای میانه کرد. استانکزای روز چهارشنبه در نشستی در ولایت لوگر گفت که هنگام به ثمر رسیدن محصولات افغانستان با مشکلاتی در مرزها مواجه میشوند و افزود که در خصوص این موضوع و مسدود شدن مسیرها با تاجران میوه و سبزیجات به طور مفصل گفتگو کردند. این مقام طالبان گفت افغانستان راه ترانزیت بین پاکستان و آسیای میانه است. ما نیز می توانیم اقدامات متقابل انجام دهیم. می توانیم مرزهای خود را ببندیم و برای آنها مشکل ایجاد کنیم. اما ما نمی خواهیم برای برادران مسلمان پاکستانی ما مشکل ایجاد کنیم. و خبر اخیر این که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان خبر داد که این گروه در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان آزمون عقیده و خوارج شناسی برای دانش آموزان مکاتب و طلاب مدارس دینی برگزار کرده است. طالبان از داعش به نام خوارج یاد می کند. به گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در این آزمون شمار زیادی از دانش آموزان مکاتب و مدارس دینی حضور داشتند. کمال الدین احمدی عامر معارف طالبان در ولسوالی بهارک گفته این آزمون پس از هماهنگی با ریاست معارف این گروه در بدخشان برگزار شد. بر اساس جزئیات که این مقاله طالبان ارائه کرده در این آزمون بیش از 230 نفر شرکت داشتند. او درباره محتوای این آزمون توضیح داد. ریاست معارف طالبان کتابی به نام حق المبین را به ولسوالی بهارک فرستاد و از دانش آموزان مکاتب و مدارس دینی از این کتاب گرفته شد. به گفته کمال الدین احمدی این کتاب درباره مسائل عقیدتی است که پیش از این در دسترس دانش آموزان مکاتب و طلاب مدارس دینی قرار گرفته بود. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.